سوال شروط لا اله الا الله کدام است؟ پاسخ شروط آن هفت شرط است شرط اول این به معنی آن که این آگاهی و دانش به معنای لا اله الا الله منافی جلب به معنی ان تعلمس الله متعلم فرمات فعلم انه لا اله الا الله يعني بس بدون كيش معبود بر حق جز الله وجود ندارد و رضي الله عنه روايته اذكر صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه يعني هر كدر هر حال بميرات ك ميدانتيش معبود بر حق جز الله <سؤال> وجود ندارد وارد بهشت خاط شد شرط دوم يقين که گوینده این کلمه به مدلول این کلمه یقین جازم داشته باشد زیرا ایمان توسط این که یقین باشد کامل گردد نه این می که گمان باشد الله متعلمی فرماید اینما المؤمنون الذين آمنوا بالله و ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم و انفسهم في سبيل الله اولئیک هم الصادقون یعنی مؤمنان واقعی تنها کسانی هستند که به خدا و پیغمبرش ایمان آوردند سپس هرگز شک و تردیدی به خود راه ندادند و با مال و جان خیش در راه خدا به تلاش ایستادند و به جهاد برخواستند آنان بلی آنان در ایمان خود درست و رازگویند پس الله متعال در راسته ایمان آنان به الله و رسولش برنگشتند یعنی شک نکردن را شرط قرار داده است و از ابو هریره رضی الله عنه روایت از که رسول الله صلی الله علیه و فرمودند گواهی میدهم هیچ معبودی بر حق جز الله نیست و همانا من فرستاده الله هستم کلمه ای است که هیچ بنده با آن دو گواهی الله را در حالی که در آن دو مشکوک نباشد ملاقات نمی کند مگر آن که وارد بهشت می شود شرط سوم قبول یا پذیرش آنچه که مختزی قلبی و زبانی این کلمه باشد همچنان که الله عز وجل حکایت گذشتگانی که با پذیرش نجات یافتند و آنانی که با رد و روگردانی از آن به عذاب گرفتار شدند را بیان داشته است شرط چهارم انقیاد یا تسلیم شدن به آنچه که این کلمه دلالت دارد که منافی ترک این تسلیمی که در برابر دلات این کلمه است الله عز وجل فرماید ما و من یسلم الله و محسن فقد استمسك بالعروه الوثقى کسی که دل به خدا دهد و مطیعانه رو به خدا کند در حالی که نیکوکار باشد به دستاویز بسیار محکمی چنگ زده است یعنی به کلمه لا اله الا الله و معنی اینکه روی خود را تسلیم کند این است که در حالی که منقاد و تسلیم گردد که نیکوکار و یکتا پرست باشد و با کسی که خود را تسلیم الله ننمود و نیکوکار نبود به و دستاویز محکمی چنگ نزده است پنجم صدق یا راستی که منافی کذب و دروغ است و منظور از آن این است که شخصی که آن را صدق قلب به زبان آورد و زبانش با قلب در گفتن کلمه هم نوا باشد الله عزوجل میفرماید حسب الناس و ای يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم طلع الله الذين الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين يعني یعنی آیا مردمان گمان بردند همین که بگویند ایمان آورده و به یگانگی خدا و رسالت پیغمبر اقرار کرده به حال خود رها می شوند و ایشان با تکالیف و وظایف و رنج ها و سختی هایی که باید در راه آین آسمانی تحمل کنند آزمایش نمی گردند ما کسانی را که قبل از ایشان بودند با انواع تکالیف و مشقات و با اقسام نعمت ها آزمایش کردین آخر باید خدا بداند چه کسانی راست میگویند و چه کسانی دروغ میگویند و از معاد ابن جبر رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و فرمودند هیچ کسی نیست که رازگویانه از از قلب خود گواهی دهد که هیچ معبودی بر حقی جز الله نیست و اینکه محمد صلی الله علیه و بنده و فرستاده او است مگر آنکه الله او را بر آتش حرام میسازد ششم اخلاص که آن عبارت از پاکسازی عمل از همه شعبه های باشد الله متعال می فرماید الا لله الدين الخالص يعني تنها طاعت و خالصانه برای خدا است و بس ذهبور و از ابو هريره رضي الله عنه روایت است رسول الله صلی الله علیه و سلم شایسته ترین مردم به شفاعت من کسی است خالصانه از قلب دلش لا اله الا الله گفته باشد هفتم محبت با این کلمه با هر آنچه که مقتضی این کلمه بوده و به آن دلالت دارد با محبت با اهل با عمل آن, ان که به شروط آن کلمه پایبندن و بغض با هر آنچه که شکننده شروط این کلمه است الله متعال می برخی از مردم هستند که غیر از خدا خدا گونه هایی بر گذینند و آنان را همچون خدا دوست می دارند و کسانی که ایمان آوردند خدا را سخت دوست می دارند و بالاتر از هر چیز به او محبت می ورزند و از انس رضی الله عنه روایت از که الله صلی الله علیه فرمودند هیچ یک از شما ایمان نمی آورد تا که من نزد او و از فرزند و پدر و همه مردم دوست داشتنیتر باشم والله اعلم